ببخشید آسفر، من لحظه‌ای که شما رو دیدم یه سوالی در ذهن من ایجاد شده، من آزار میده. سوال درباره اینه، هر کی میبینه میپرسه این گوشته؟ گوشته؟ این پسته و آجیل شب عیده، این مرغه، این لاستیک کامیون جفتی دوونیمه، هرکی اگه جاش میزنه بیرون بایما اینجا زنه بیرون. نه حالا گذشته شوخی، سوال من بیشتر راجع به کامیون و راننده کامیون، البته این برای من خیلی سوال شد، خیلی من تحت تاثیر قرار داد چون خیلی چیز هست، ولی من بیشتر راجع به کامیون میخواستم سوال کنم. آقا سوال داری خب از من بپرس دیگه، من راننده کامیونم. ببین یه راننده کامیون با تجربه اینجا نشسته، من برای چی باید تو سوال کنم؟ آقا نه صد البته، بله حتما اختیار داریم، وقتی آقا هستی اینجا باشن ما کی باشیم. اما خب بپرس. حقیقتش اینه من میخواستم بپرسم این راننده های کامیون خسته نمیشن؟ این همه تو جاده سرما گرما حوصله‌شون سر نمیره تک تنها؟ راننده کامیون یه عارفه، راننده کامیون یه فیلسوفه. فیلسوف فقط راننده نبینش. وقتی میشینه پشت این قربیلک از زمین و زمان دل میبره، هم صحبتش ماشینشه بود جاده و آسمون. اصلا من نمیخواستم همینه بگم ولی شما خیلی کامل گفتی. میخواستم سوال کنم که این میزنه میره تو فکر و فلان و اینا، میره تو رویا پردازی، این حواسش از جاده پرت نمیشه؟ تصادف کنه؟ مشکلات برای مردم درست کنه؟ ده همین دیگه، ده همین. راننده کار درست یه فیلسوف حواس جمعه. بح فیلسوف حواس جمع شیشتونگ حواسش به جاده است، حاضر جون خودشو به خطر بندازه اما با جون کسی بازی نکنه. آره. بله سفر گفتین فیلسوف حواس جمع، من میدونم که من اسمم ارسطوئه، ارسطو یه فیلسوف بوده در زمانه قدیم. بله فیلسوف بوده، من میگن ارسطو حواس جمع یعنی ارسطو بدش پرستو. بله یه چند ماه پیش من یه بار جوجه داشتم، همونجور که شما فرمودین من پشت قلبلک نشسته بودم، از زمین زمان دل کنده بودم، با ماشین و جاده و آسمون داشت من حرف میزد، منم داشتم با ماشین و جاده و آسمون هم صحبتی میکردم که یه دفعه این شونه خاکی جاده من کشید سمت خودش. آقا تا رفتم ماشین جمع کنم دیدم یه ماشین اومد جلو من، زدم ترمز دیدم باد خالی کردن. آقا نقی باد خالی کردن نمیدونی یعنی چی؟ من نمیدونم باد خالی کردن یعنی چی؟ کامیون رو بادش دیگه، ماشین کامیون با باد کار میکنه دیگه. نه منظور من اینه که شما تا حالا خودت باد خالی نکردی، نمیدونم از چی دارم میگم. دای سفر میفهمه یه راننده وقتی باد خالی میکنه چه حالی پیدا میکنه. آره من جاهای مختلف 7-8 بار باد خالی کردم. بله فکر کن تو سرازیری افتادی، یه گالای ماشین تو جاده یهو باد خالی. آقا ما باد خالی کردیم، شونه خاکی جاده کشید منو سمت خودش، هر چی تقلا کردم دیدم ماشین نمیتونم بگیرم، چرخش نه یه ملق نه دو ملق نه سه ملق 7-8 ملق زدم، دیفرنسیال دک مقدس آقا همه اینا درد سر ندم. آقا ماشین مثل دستمال کاغذی مچاله شد. وقتی کامیون مچاله میشه یعنی خدا بیامرزه راننده شو. نکته همینجاست، من همین میخواستم بگم، من از لای این آمپارا برداشتن بردن بیمارستان، دکتر منو نگاه کرد، دکتر چی گفت؟ دکتر گفت آقا تو کی هستی؟ چی هستی؟ فولادی؟ مسی؟ آهانی؟ چجوری جون سالم به در بردی؟ البته من بیهوش بودم، با نقیم رو صحبت کرده بود. کامیون مچاله نشده بود، این مچاله شده بود، نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. من مچاله شده بودم، من اگه مچاله شده بودم که الان جلوی تو نمیستادم، که الان دارم مثل قناری سخنگو برای تو حرف میزنم که تو داری صحبت میکنی؟ بله تو داری صحبت میکنی؟ من باید همون موقع موبایل من دوربین داره، بعد از این عکس مینداختم در همون حالت آشولاش و بدن مچاله‌ای که داشت، بعد از این عکس مینداختم که الان اینجوری قمپوز در نمی‌کرد. قمپوز من دارم قمپوز در می‌کنم. آقا بیا اینجا همین الان برای تو 50 تا شنا می‌رم، شما 10 تا شنا برای من برو. خیلی خوب بشین آقا. نه آقا من 50 تا شنا می‌رم، شما 5 تا شنا برو. خیلی من نمیتونم، شما پهلوونی بشین آقا. نه اصلا شنا رو ولش کن، می‌بینی توی کوچه مسابقه دو بزنیم ببینیم کی اول میشه. دایی قاضی شما دو بزنیم؟ بله آقا. من تو بله. تو میتونی بودی؟ دکتر با من گفت این راه هم نمیتونه بره، چه برسه بتونه بود توه. آقا ما آقا این چیه؟ نه این چیه؟ آقا بشین، این راه رفتن دیگه. آقا این راه رفتن نیست، ما برو بشین بی تربیتی نکن. بشین آقا بی تربیت نباش. بدو نیست، این راه رفتن نیست که من که دیگه نگو. آقا بخوابونم دهنه. بشین آقا.